یک فیلمی من چند سال پیش دیدم به نام ملی و راه‌های نرفته اش. فیلمو ببینید حتما. یک خانمی به نام ملی، مشکلات زیادی براش به وجود میاد. حالا این فیلم رو داشتم بهش فکر میکردم، یاد مسی و راه‌های نرفته اش افتادم که نقل و انتقالات امسال کلا مربوط به آقای مسی بود و همه چیز رو تغییر داد، یه سری کارهای عجیب غریب کرد که در این آیتم میخوایم در رابطه با لئو صحبت بکنیم. سلام، من سجاد اسدی هستم و شما دارین یه محوطه جریمه رو تماشا میکنیم. میخوایم در رابطه با تیم اینتر میامی و هر چیزی که هست، خارجی ها میگن میامی ولی ما ایرانی ها میگیم میامی، دوست داریم که اینجوری تلفظ میکنیم. به هر حال در مورد اون تیمه میخوایم صحبت بکنیم که تیم آقای مسیه. تقریبا 6-7 سال پیش مثلا که دیوید بکام اومد این تیمو زد، یکی هفته ای در موردش صحبت کردن حداقل تو ایران، بعد دیگه هیچ کی حرف نزد در موردش. من حالا چیزی ندارم، باشه برای بعد. گذشت تا مسی تصمیم گرفت که به جای اینکه بره عربستان و کلی پول به دست بیاره، بره آمریکا و عشق و حال بکنه در اینتر میامی، میامی و اینها. منتها تصمیم مسی یکم عجیب بود. یعنی اون پیشنهادی که الهلال داده بود رو شما بهش فکر بکنین. من از دست به کجا رسید؟ بدبخت. بعد مسی به اون پیشنهاد گفت نه. آیا آقای مسی هم نمیتونه مشکل مالی داشته باشه؟ این سوال رو من از آقای بیرانوند دارم میپرسم که میگی من مشکل مالی داشتم. الان مسی هم شاید مشکل مالی داشت ولی نرفت. میدونی سرا؟ و رفت اینتر میامی و یک راه نرفته ای رو امتحان کرد که خیلی حالا ممکنه جذاب باشه این مسیر پیوستن مسی به این تیم آقای بکام، و بعد ببینیم چی میشه دیگه. حالا همین چند وقت هم قراره اولین بازیشو مسی برای این تیم انجام بده، یه تیمی که صورتی میپوشه. همین چند سال پیش هم رونالدو و بچه ها تو رئال مادرید یه لباس صورتی پوشیدن، حالا مسی اومد مثلا جبران کنه این صورتی پوشیدن و اینجا توی تیم آمریکایی قراره امتحان کنه. اما آقای بکام چرا اصلا تیم زده و داستان اصلا چیه؟ شاید شما به طور کامل ندونید که از چه قراره این قضیه. یه تیم اینتر میامی سالها پیش وقتی دیوید بکام بازیکن بود، خب تو منچستر بازی میکرد، بعد رفت رئال، بازیکن خیلی خوب و اینا، انقدر هم اصلا فوتبال بهش ساخته بود، اون اوایل کچل بود، هرچی از فوتبالش میگذشت خوشتیپتر میشد. بعد این اواخر یوهو بعد از اینکه کارش توی رئال تموم شد و کاپلو بهش گفت بای، یوهو پاشد رفت آمریکا. یعنی خیلی کار عجیبی کرد در اون زمان. بعد تازه برگشت بی اس جی. کاری نداریم. اون زمانی که دیوید بکام تصمیم گرفت بره به تیم اینتر میامی، نه ببخشید، رفت الی گالکسی، اونجا تو قراردادش یه بندی گفت آقا اینو اضافه کنید که من با 25 میلیون بتونم یه تیم بزنم تو آمریکا هر وقت دلم خواست، کسی هم جلومو نگیره. گفتم باشه، لایک. و آقای دیوید بکام دیگه رفت الی گالکسی. یه نکته ای که میخوام در رابطه با بحث قرارداد اینجا باهاتون بکنم و بیزینس، ببینید اون زمان خب مثلا کی میرفته آمریکا تیم میزده؟ همه ما بابا بزرگهایی داریم که اگه یه زمانی یه زمینی نمیفروختن الان میلیاردر بودیم. کی میرفت اون موقع مثلا آمریکا تیم بخره؟ الان به دیوید بکام رفت خرید، اون موقع 25 میلیون هزینش بود، الان بالای 300 میلیون فقط باید بدی که بتونی یه تیم جدید فوتبال آمریکایی بزنی در لیگ MLS توی ایالات متحده آمریکا. دیوید بکام فقط از این نظر ببینید چقدر سود کرده. اما مناظر دیگه هم داره این بحث زدن تیم جدید که در موردش صحبت میکنیم. سالها پیش همون موقعی که آقای دیوید بکام این تیم اینتر میامی رو زد، گفتش که من مسی و رونالدو یکی از اینا هم میخوام بخرم. این سماجاتی که آقای بکام به خرج داد در خرید این دو نفر رو، واقعا حتی آقای سلیمانی وکیل بیرانوند هم در تمدید قراردادش خرج نکرد و خلاصه تصمیم گرفت آقای بکام که هر جوری شده مسی رو بخره و مسی رو خرید. بعد همون جوری که خودش گول خورد رفت آمریکا، مسی رو هم گول زد، بهش گفتش که تو اگه اومدی من اینجا کلی سهم بهت میدم و اشتراک میدم و بعد میکنمت مدیر تیم و نمیدونم فلان این حرفا. کلا شما مسی هم که باشید یا مثلا بکام هم که باشید با یه سری امتیازات و با یه سری مثلا آپشن ها گول میخورید، یعنی اصلا اجتناب ناپذیره. پس بهتره حرفه ای عمل کنید و به جای اینکه هی لوگو ماچ کنید و
بعدم برید با یه جای دیگه قرارداد ببندید، بعد بگید که من یه کار تمام نشده در فلان تیم دارم. اگه پول بهم نمیدی، سهممو نمیدی، حداقل زنجه بمونم. خب بمون. بمونم. بعد با یه مثلا ماشین فلان قیمتی بیاید، یه قرارداد فلان قیمتی ببندید بعد از اینکه رفتید. این کارا درست نیست. میتونید مثل بکام خیلی متشخص برید اونجا قرارداد بنویسید، اشکالی هم نداره. به هر حال آقای دیوید بکام همونجوری مسی رو گول زد و مسی رفت و این داستانا. اما چند سال متمادی همون اول که رفته بود آمریکا، آقای بکام می‌خواست ورزشگاه بزنه، بهش نمیدادن. یعنی بعد از اینکه بکام اون تیم رو زد، کلی تیم اومدن و ثبت شدن و بازی کردن و قهرمان شدن و سقوط کردن، بکام هنوز تیمش بازی نکرده بود. دیگه بعد از کش و قوس‌های فراوان یه ورزشگاه تونستن فراهم بکنن که اخیراً مسی که رفته بود همین تیم اینتر میامی، میگفتن که خب واقعا میخواد چجوری مثلا این ورزشگاه مدیریت بکنه. حجمی که برای تماشای بازی مسی میاد، همون روز اول کل بلیتای اینتر میامی فروخته شده بود. بعد اینتر میامی تیم آخر جدوله، یعنی هیچ کی بازی اینتر میامی رو نمیبینه، اما از این به بعد هم این دو سه هفته در واقع همه دارن میبینن، مثل نیوکاسل میمونه. مثلا نیوکاسل شما اگه 45 سالتون باشه، مثلا 55 سالتون باشه، میتونید بگید من طرفدار آلن شیرر بودم و دوست داشتم بازی نیوکاسل رو خیلی میدیدم و اینها. الان یهو هوادار نیوکاسل داریم. الان تو خود انگلیس هم معمولا یه سری ها طرفدار نیوکاسل نیستن. یعنی مثلا نیوکاسل میخواد اتوبوس برداره ببره هوادار ببره ورزشگاه، یهو میبینید میره دم خانه سالمندان وامیسته مثلا هوادار جمع میکنه. بعد الان یه عده میگن ما هوادار نیوکاسل. خب این جای تعجب و به هر حال بحث و تفکر داره. اینتر میامی هم وضعیتش همینه. هواداراش اکثرا از دوران پسا مسی شروع شدن و طبیعی هم هست. حالا به هر حال هر کسی هم یه موقعی طرفدار میشه دیگه. امیدوارم که تیم اینتر میامی که الان در رده آخر جدول هم هست و هی نمیبره، شاید با مسی بتونه یه حرکتی بزنه و یک نتیجه خوبی کسب بکنه. به هر حال آقای مسی بازیکن خوبیه، اینو که شکی توش نیست. و به هر حال یه نکته ای هم حالا من میخواستم بگم، یه انتقادی به آقای مسی بکنم. آقای مسی پاشد رفت آمریکا، دلیلش هم آورد که آقا مثلا عربستان نمیدونم سبک زندگی نمیتونه خوب باشه و فلان و نمیدونم من نمیدونم چی کار باید بکنم و بچه هام اذیت میشن و این داستان. آقای مسی این حرفا خریدار نداره. الان مثلا میخواستی بگی من خیلی با کلاسم، رونالدو مثلا نمیفهمه، رونالدو مثلا اینجوری بچه‌شو پرت میکنه تو استخ، دیدین اون ویدیو ها رو؟ انقدر ویدیوهای باحالتری بعدش اومده، اونو حتما برید ببینید. رونالدو اینجوری بچه رو ول میده تو استخ، بعد مثلا میخواد بگید رونالدو روش تربیت فرزند بلد نیست که حالا پاشو رفتی آمریکا. خب میومده همین عربستان دور هم، شاید دیگه قهرمانانی میشد، بعد شاید مثلا میومده همین وطنی قائم شهر بازی میکرد. مثلا همین جاوی خودش پاشو اومد ایران توی همین آزادی بازی کرد، گفت ای ول عجب ورزشگاه فلان، بعد میگی که من نمیخوام بیام. خب نیا، ما خودمون بازیکن بسیار قدرتمندی داریم و داشتیم. مثلا ابراهیم تهامی چیش از مسی کمتره؟ از مسی هم بیشتر دریبل کرد. من توی یه بازی شاید بالای 14 15 نفر دیر دادم. حالا میگی چطور 14 15 نفر؟ 14 15 چجوری؟ خب حالا می نمیخوام بتونم. اون مسی شام 14 15 نفر دیر نزنه. متشکرم که این آیتم محوطه جریمه رو تماشا کردین. لیونل مسی رفته اینتر میامی و به هر حال یکم از قرارداد اپل بهش میرسه و یکم از قرارداد فلانجا و فعلا میخواد بره آمریکا عشق و حال. احتمالا جام جهانی بعدی هم که آمریکا برگزار خواهد شد، خب دوباره اونجا دعوت میشه و کلا برای مسی که عشق و حاله، برای رونالدو هم که عشق و حاله، از دیگر افرادی که الان دارن عشق و حال میکنن میتونیم به آقای بیرانوند و آقای سلیمانی اشاره بکنیم که قطعا الان خیلی عشق و حال میکنن. آقای سلیمانی اگه خواستی بیا من شماره میدم با هم دور هم یکم عشق و حال کنیم. من ایجنت هم لازم دارم، یعنی قرارداد بعدیم که برسه من حتما شماره شما رو پیدا میکنم، یه تماسی میگیرم ببینم میتونی یه کاری برای ما بکنی، قراردادمون زیاد بشه، مثلا مبالغ خوب بگیریم یا نه. بعد مثلا میگم که من با فلان جا مصاحبه کردم و میخوام برم اونجا. شاید یا خدا رو چه دیدی، شاید مثلا آقای سلیمانی اومد یا من 50 میلیارد قرارداد نوشتم. از آقای سلیمانی هیچی بعید نیست. دم شما گرم که این محوطه جریمه رو تماشا کردیم. تا هفته بعد.